اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری. دلم هوای وطن دارد، هوای خانه دیرینم، هوای روحم و تن دارم. دوباره کوچه وستاهل، دوباره حشمت دوله، سری دوباره زنم به کوچه های امیریه. دلم هوای وطن دارد، هزار حرف و سخن دارد. سفر کنم به خلیج فارس، به شهر عاشق آبادان، به شهر خواجه و دشتستان، به زنده رود، به نصف جهان، به سروستان. سفر کنم به خراسان، به شهر فردوسی، به سبزوار و به بیدخت، سر به پابوسی. سری زنم به گلستان شهر تبریزم، روانه رو به سنندج، به عشق لبریزم. بگو به لرها در انتظار میمانم که سر رسد ز بر کوه بختیاری ها. بگو به خوزستان تا سپیده می آیم، برای خرمشهر ترانه میارم. روان شوم به سوی لنگرود و پس تالش، به شهر امید و عشق و آرامش. علیرضا نوریزاده، 12 اکتبر، چهارشنبه 20 مهر ماه، به شما سلام میکنم. و چون مهمان عزیزم دکتر شیر عبادی است، حرف بسیار نمیزنم، او باید امروز سخنگو باشد. درود به سرکار خانم دکتر شیرین عبادی. سلام به شما و هموطنان عزیزم. خانم دکتر عبادی، این لحظات رو پیش بینی میکردی؟ حقیقتش این است که هیچ وقت در مخیله من نمی گنجید و هیچ موقع قلبم رضا نمیداد به اینکه این حکومت پایدار بمونه. میدانستم که دیر یا زود رفتنی هست، اما زمان را قابل پیش بینی خب طبیعتا نبود. فقط میتونم آرزو کنم که رفتن اینها با هزینه کمتری صورت بگیرد و این هزینه است که متاسفانه باید پرداخت. جانهای نازنینی از دست رفت و چه بسا باز هم ادامه داشته، ولی هر چیزی متاسفانه هر اتفاقی که بیفته مقصر اول و آخرش همین حکومته. این حکومت بود که قدر صبر مردم رو ندانست. این حکومت بود که محبت مردم رو پاسخ نداد و کار رو به اینجا کشید. خانم دکتر عبادی، حرفتون کاملا درسته، یعنی همه ما تعدل و میدوشیم رژیم رفتنیست، اما آیا تصور میکردین که دانش آموزا بیان بیرون این نقش رو پیدا کنن؟ این واقعا یک چیز پدیده نوظهوره در جهان، نمیگم در ایران. کاملا درسته، واقعا زن دانش
روزی سنی نیست که بیان توی خیابون و حرف از سیاست و اقتصاد و این گونه امور بزنن. اما وضعیت در ایران این گونه شده که این بچه های دبیرستانی هم دیگه آمدن تو خیابون و اینکه زله شدن، خسته شدن، الان اصلا میبینن که دیگران چگونه زندگی میکنن، زندگی نرمال چگونه بایستی باشه، از اونها مضایقه شده. اما از جهت دیگر چیزی که بسیار جالب توجهه و دنیا باید بهش نگاه بکنه اون است که در ایران نوه ها یعنی بچه های دبیرستانی در کنار مادر بزرگا و پدر بزرگاشون تو خیابونن. یعنی این حکومت بیلیاقت سه نسل رو بیپاسخ گذاشته و آزرده است. وقتی که بازنشسته ها آنچنان اعتراض میکنن که ما همه شاهد بودیم، اونا مادر بزرگای اینا هستن، پدر بزرگای اینا هستن، یعنی از دانش آموز و دانشجو و کارمند و کارگر و بازنشسته همه و همه و همه ناراضیان. در یک مملکت 84-85 میلیونی فقط یک درصد کوچکی از کسانی که از قبل این حکومت منافعی داشتند، اونها ممکنه به بقای رژیم راضی باشن. بله همه از دم پیر و جوان تحصیل کرده و کم سواد با کار و بدون بیکار همه و همه و همه ناراضیان. این چه حکومتی است که توانسته اینقدر نارضایتی ایجاد بکنه؟ بعدم بچسبونن به اسرائیل و آمریکا. خانم دکتر، نقش زنانم در این جنبش بسیار چشمگیر و دیدنی است. کجا زنده یاد فریدون مشیری که همیشه میگم اینو، کاش بود میدید که واقعا کاوه آینده ایران زن است. امروز کاش بود و میدید به چشم خودش. دلم میخواد راجع به نقش زنان توضیح بدید. چطور زنان ایران این استقامت و قدرت و میل مبارزه رو نشون دادن؟ زنان ایران بیشترین ظلم و ستم رو از اجازه بدین کمی به عقب برگردیم. همون ملایی که در پاریس میگفت همه آزادن، زنها هم آزادند و حقوق خودشان را دارند و از همین جور اراجیف بخورده ما داد و ما متاسفانه پذیرفتیم. هنوز وقتی که پاش به ایران رسید 40 روز نشده بود. اولین بار در 8 مارس همون سال آمد گفتش که زنانی که در ادارات و کارخانجات دولتی کار میکنن باستی حجاب داشته باشن. هرچند که با مقاومت زنان اون موقع این امر عملی نشد و اما بعدها خب عملی کردن به صورتی در اومد که همه میدانیم. اما انقلاب بعد از اینکه پیروز شد جز اولین قوانینی که تصویب کردن، یعنی در تقریبا تیر ماه 1358 بود، هنوز قانون اساسی تصویب نشده بود، هنوز مملکت توسط شورای انقلاب اداره می شد. جز اولین قوانینی که شورای انقلاب نوشت این است که قانون حمایت خانواده رو لغو کرد و قانون مدنی رو که اون موقع 70 سال قبل تصویب شده بود اون رو دو مرتبه زنده کرد و در اون و در چنین شرایطی مرد میتوانست 4 تا زن بگیره هر وقت بخواد زنش طلاق بده و تمامی دستاوردهایی که زنها از تاریخ تدوین قانون مدنی داشتن به تا سال 1158 یک بار از دست رفت.
من به خاطرم میاد همون موقع مقاله نوشتم که آیا شما انقلاب کرده بودید که 4 تا زن بگیرید؟ فقط نتیجه انقلاب این شد و این البته ابتدای کار بود. از اون پس به تدریج تند و تند قوانین ضد زن تصویب شد. انقدر قوانین ضد زن در ایران زیاد و شدیده که من اسم این قانون رو، اسم این انقلاب رو گذاشتم انقلاب مردان علیه زنان. آقای همکار عزیز نوریزاده، ببخشید جناب نوریزاده، اگر به خاطرتون باشه در اعتراضاتی که زنان در سالهای اول می کردن تنها بودن. هرچی ما زنان اومدیم اعتراض کردیم، گروه های سیاسی گفتن ساکت، ما مشغول جنگی با آمریکا هستیم، میخواییم تو دهنی بزنیم به استقرار جهانی، سب کنیم پیروز بشیم. بعد سهم شما زن کنیم، مخصوصا گروه احزاب چپ. ببینید از احزاب که مذهبی بودن طبیعتا انتظاری نمی رفت، ولی کن ما انتظار داشتیم از حزب توده، از چریکای فدایی و به و چپهای دیگری که بودن، اما اونا هم با زنها همراهی نکردن و این شد که زنها تنها در میدان ماندن. البته اعتراض رو رها نکردن، همیشه زنها اعتراض داشتن، صحبت داشتن، مقاله داشتن، حرف می زدن، اما خب یک دست صدا نداره. به تدریج آقایان و مخصوصا آقایان سیاستمدار و رؤسای احزابشون فهمیدن که ظلم مصریه. یعنی اگر به من ظلم کردن ساکت باشن سراغ خودشون هم میرن، چون که دیدیم که رفتن، دیدیم که حزب توده رو چگونه لگدمال کردن، چریکا چیکار به کجا کشیده شد، جبهه ملی چی شد و و و و. خیلی خوب، حالا مردم فهمیدن دموکراسی از آستانه حقوق زن به این میاد. اگه زنها شکست بخورن هرگز ایران دموکرات نمیشه. بنابراین الان دیگه فهمیدن همدوش خواهران و مادران خودشون خیابونن و این بار متفق متحد علیه یک حکومت مستبد دینی اتفاق خواستن. این در حقیقت یک فقط این دوره و این خیزش نیست که زنها این چنین شجاعانه در میدارن، همیشه بودن، منتها اوائل تنها و بعد به تدریج مردان افزودن. حالا که دست در دست هم دادن زن و مرد و متوجه شدن پیروزی بعد از پیروزی زنان خواهد بود، اون موقع دیگه حالا این شد و به همین دلیل هم این حکومت این خیزش سر ایستادن نداره تا اینکه رژیم ثابت بشه. مطمئن باشید این بار با دفعات قبل فرق میکنه، مردم به منزل بر نمیگردن. میبینیم خانم دکتر بادی، امروز روز بسیار مهمیه. امروز از 12 ظهر حرکت مردم شروع شده و امیدوارم از فشاری که رژیم بر سنندج میاره، وحشیگری که در سنندج کردن اصلا و وحشیگری که در بلوچستان کردن سابقه نده. خانم دکتر بادی، شما تا چه میزان نگران این هستید که به علت عدم وجود یک رهبری مشخص بعد از این جنبش اتفاقات ناگواری بیفته؟ آیا شما فکر میکنید الان رهبری در حال تکوین داره درست میشه یا درست شده در داخل؟ شما چجوری نگاه میکنید؟ ببینید اونهایی که دنبال رهبر میگردن
بعد بهش میگم اون دفعه که رهبر داشتین از قبل چه تاج گلی به سر ملت زدین که حالا دنبال رهبر میگردین. رهبر در حین مبارزات مردمی ایجاد میشه، رهبر از میان خود مردمه، توی میدان، توی خیابان، شبها و روزها که مردم به خیابونن میبینن که کدام افراد شجاع‌ترن، کدام افراد با فکر و با منطق بیشتر میکنن، مردم رهبرانشون رو پیدا میکنن. ولی ببینید الان این چنین یک پارچه و متحد پشت هم نبودن. چطور شد که یک دختر جوان وقتی که کشته شد این سر و صدا بالا آمد؟ مگر اولین بار بود؟ مگر اولین بار بود که می کشتن؟ اما دیدیم از یک عزاداری برای قتل مظلومانه ژینا سنندش به پا خواست، با من سقز تنها نمی زدم. سنندش بلند شد، ارومیه، زاهدان، تبریز، تهران، شمال، اینا رو اگر یک رهبر واحد بود مسلم تا به حال اون رهبر رو ترور میکردن، یا فیزیکی و یا ترور شخصیتی. الان علت سردرگمی حکومت این است که نمیدونه کی رو بایستی بزنه، سر کی بلا بیاره که این جنبش خاموش بشه. ده ها رهبر جوان مقاوم و متفکر در میدان هستند. شانس انتخابات آزاد رو به مردم بدن، اون وقت میبینید که مردم رهبران خودشون رو چطور پای صندوق رأی انتخاب میکنن. آفرین، بسیار نکته ظریف و جالبی بود. خانم دکتر باید اجازه بدید یکم به صحنه جهانی بریم. تا به حال ما همیشه میگفتیم اگر در ایران جنبشی باشه که خارجی‌ها حس کنن جدیست، ناچار میشن موضعشون رو تغییر بدن. آیا شما این تغییر رو میبینید؟ حرف زدنشون خیلی فرق کرده، اما تکرار میکنم حرف زدنشون بیشتر سعی میکنن جنبه نمادین به خودش بگیره. مثلا در کانادا که حیات خلوت دوستهای ایرانیه، آمدن 10,000 نفر رو بدون ذکر نام، فقط با این چیز که ما سران سپاه رو مشمول تحریم کردیم، گفتن شاد باشین، آرام باشید که ما داریم بیداریم. خودم سران اصلا مشخص نیست، تحریم چگونه مشخص نیست. پدر سانی یک کار خیلی ساده میتونستن بکنن، کل سپاه پاسداران رو با تحریم کردن. بله، برای در رفتن این کار کردن. بله، الان ببینید اس حالا میخوان برای دلخوش کنک ماها اس بدن، مثلا حسن حسینی سردار فلانجا رو ما مشمول تحریم. خب اینها یعنی نمیدانن حسن حسینی سردار فلانجا این پولهای دوزیش رو کانادا که نبرده. درسته، نه سردار حسن حسینی که نبرده. اینا هر کدوم 10 تا اسم و شناسنامه و پاسپورت دادن، همه چی که دستخون شده و من اطلاع دارم بسیاری از این دوستهای حکومتی با اموالشون رو که در اروپا و آمریکا حتی کانادا بردن، اینها با اسامی دیگری که دارن، شناسنامه های دیگری که دارن، این اموال رو ثبت کردن، این شرکت رو ثبت کردن. در نتیجه وقتی که حسن حسینی رو مشمول تحریم کنن، اون با پاسپورت مثلا بهزاد باقری به حرکت میکنه،
اموال هم به نام بهزاد باقری. بله. حالا کی میخواد اینا رو بگیره؟ بنابراین این شوخی ها رو با ما نکنن. ببینید چند روز قبل اجازه بدید بدون ذکر سمت وزیر مهمی از کانادا با من صحبت میکرد که ما چی کار کنیم و خیلی این بحث طولانی شد. گفتم آخرش گفتم فقط تنها کاری که میکنید خیال نکنید من احمقم، نمیفهم، حرف نزن، حرف نزنید، عمل کنید. سپاه پاسداران رو کل هم اجمعین مشمول کنید که اون وقت اونا بیان ثابت بکنن که ما جز سپاه نبودیم. درست. چرا قوانین پرشوریتون رو اجرا نکردین که دوزایی مثل خاوری اونجا برج بسازن و به ریش مردم بخندن؟ الان بچه های خاوری که مشخصن رو نمیگیری. یا اینکه کشورهای اروپایی کاری که میکنن موشون رو قیچی میکنن، ابرام همدردی میکنن. من نمیخوام اینا رو، اینا با دردمان به درد ملت ایران نمیخونه. سفیرهاتون از ایران خارج کنین چنان که قبلا خارج میکردین، تحت روابط رو بیاری پایین، استفاده از ستلایت رو، ستلایت های خودتون رو برای دولت ایران ممنوع بکنی که نتواند به زبانهای غیر فارسی برنامه بده. با دولت ایران قرارداد نبندید، پول کاری نکنید که دو مرتبه پول نفت به جیب حکومت سرازیر بشود که بتواند سرکوبگران رو تغذیه بکنه، بیشتر بیاندازه به جور مردم. یا کارهاییست که باید بشه، اما به جای اینجور کارا میان جلوی تلویزیون جست میگیرن، هر دشتر موی سرشون رو قیچی میکنن. این درد دوام میکنه. شما حالا غیر مقام کانادایی فرصت داشتید با جاهای دیگه هم صحبت کنید یا با سازمان ملل در این زمین ها؟ با سازمان ملل که مفصلا، اما با مقامات سیاسی من اساسا علاقه به صحبت، برای اینکه اونها میدونم به فکر صندوق رأی خودشون هستن. مگر اینکه اونها با هم دو مسئله میکنن. من قبلا به شما گفتم در آبان 98 که مشغول کشتار مردم بودن، من به دعوت وزارت امور خارجه که البته از چند ماه قبل صورت گرفت بود برای شرکت در یک سمیناری راجع به حقوق بشر رفته بودم اونجا. بعد توی برنامه من هم شام مهمان کاخ الیزه بودم، مکرون دعوت کرده بود. من بدون اینکه چیزی بگم که چرا، فقط گفتم که یعنی آبان که پیش آمد رفتم اونجا دیگه تقریبا کشتار مردم شروع شده بود و حین کشتار بودن. روزش رسیدم اونجا گفتم که من شام نخواهم. یعنی اصرار کردن که یعنی قبلا گفته بود اینو میز و ملا. گفتم که خب دیگه الان یه مشکلی پیش آمده، من نمیتونم شام بیام. اون موقع نگفتم به رئیس تشریفات کاخ الیزه که چرا نمیدم، برای اینکه صبر کردم. روز بعدش من کنفرانس مطبوعاتی داشتم. در کنفرانس مطبوعاتی جلوی همه گفتم شما منو، مکرون منو دعوت کرده که شام مهمانش باشم، در حالتی که در کشور من مردم اینچنین کشتار میشن و ایشون حتی یک کلام حرف نزده. جریق سبزا همون موقع زمنان ایاتو ماشه جریق سبزا دوی یک کلام دامون بودن. اونم جریق سبزا از ده ماهی کلامون هم اون از دهن کسی نیومده. توی کشور من اینچنین کشتار کردن. اون وقت ایشون توقع دارن که من برم شام باهش و این خیلی صدا کرد. یعنی روزنامه های که حرف رو میشنیدن تازه میپرسیدن که چه اتفاقی افتاده، مگه چی شده. و مکرون هم بالاخره مجبور
شد یک موضعی بگیره و بگوید بله ما محکوم میکنیم. ولی من همیشه گفتم اروپایی ها واقعا ببخشید دو روزه با ما بازی میکنن. بله. و معلوم نیست تا کی این دو روزه بازی ادامه پیدا میکنه. چقدر آدم باید تو ایران کشته بشه تا این آقایون و خانم ها بسنده به یه محکوم کردن و اسم جینا مهسا رو روی خیابان گذاشتن نکنن. درنگ کوتاهی میکنیم. مژگان شجریان با آوایی از زندیات هوشنگ ابتهاج. بسیار زیبا بود. خانم دکتر عبادی، من و شما هر دو شاهد انقلاب بودیم. اون نکبت گند خمینی با اون دروغ ها و با اون زشتی ها، این بار با یه انقلاب زیبا روبرو هستیم. چقدر این تصاویر زیباست. دختران جوان، پسران جوان، پر از زندگی، پر از شادی. من فقط سوال میکنم و میدونم شما هم مثل من واقعا پاسخ درستی نمیشه به این داد. تا چقدر یه آدم میتونه اینقدر ضد مردم و ضد ملی باشه و این بچه ها رو بکشه و بعد بیاد با پررویی بعد از 16 روز غیبت بیاد بگه که اینا اوباشن و وابسته به اسرائیل و آمریکا. واقعا در برابر این آدم چی کار باید کرد؟ والا شاید بگیم جواب دهان خاموشیست و به کار خودمون یعنی مبارزه با رژیم ستمگر ادامه بدیم. برای اینکه واقعا حرفی نمیشه زد، چون این اصلا قرار نیست حرف کسی رو بشنوه. اگر شنیده بود که اینجوری نمیشد. گاهی اوقات چون خامنه ای رو میشناسم، از بچه 4 ساله بودم میشناسم شال. و این چه جور این سیروره مغلوب این آدم از سید علی خامنه ای پسر میرزا جواد تبدیل میشه به هیولایی که امروز بر ایران حکومت میکنه. خانم دکتر، از همکاراتون چه خبر؟ از حقوقدانان، از وکلا در ایران که در انقلاب خیلی نقش موثری داشتن در اون نکبت، ولی الان کجا؟ حداقل 10 نفرشون. علت که میگم 10 نفر، برای اینکه 10 نفر رو ما اسم و آشنایی و شناسایی دارن. ممکنه در یک شهرستانهایی هم توی همین شلوغی ها چند وکیل رو هم دستگیر کرده باشن که من خبر ندارم. بنابراین حداقل 10 نفر در زندانن. در بسیاری از شهرها وکلای شجاع و جوان، البته چون شجاعت مال این کارا کار جوان است، اعلام کردن که ما حاضریم به رایگان از مردم دفاع کنیم، که البته جست بسیار درستی است. ولی که الان اصولا وکالت در این مرحله به درد نمیخوره، برای اینکه جواب هیچ وکیلی رو نمیدن. اصولا خودشون هم میدونن که در این حالت بایستی به خیابان بیان همپای موکلینشون فریاد بزنن. ولی که به هر حال این شهامت رو در چندین شهرستان وکلا از خودشون نمایش دادن. ولی که اون وکلا با اون خاطره خوش کارون وکلا در سال 1357 دیگه تکرار نمیشه. چرا؟ برای که اون موقع وکلا همه یک دست بودند و منتخب خود کانون وکلا. طبق لایحه استقلال کانون وکلا، هر کس که میخواست پروانه وکالت بگیره طی تشریفاتی بایستی مراجعه میکرد به خود کانون و از طرف منتخبان خود این حرفه پروانه وکالت بهش میدادن با یه شرایطی. اما وقتی که انقلاب شد، حکومت فهمید که وکلا چه نقش مهمی میتوانند داشته باشند. اولین کاری که کرد کانون وکلای مرکز رو بست و همچنین برخی از استانها که داشتن یا بسته شدن یا اینکه تقریبا با نفوذ حکومتی اداره میشدن. اصل کار کانون وکلای مرکز بود که تعداد وکلاش خیلی زیاد بودن. اون
17 سال بسته شد و به وسیله یکی از ایادی حکومت وکیلی به نام اجازه بدین الان اسمش به یادم میاد اداره شد. این وکیل خب البته مجری اوامر افتخار جهرومی افتخار جهرومی این وکیل البته توسط قوه قضاییه در حقیقت وزارت اطلاعات تعیین شده بود و مجری اوامر این دستگاه بود. خب گذشت تا در اثر فشار بین‌المللی بعد از 16 سال انتخابات باز شد و گفتن که شما می توانید هیئت مدیره داشته باشید و به استقلال سابق برسید. اما اتفاقی که افتاد یک قانونی رو ما متاسفانه زمان آقای خاتمی هم تصویب شد. بله. کسانی که کاندید عضویت در هیئت مدیره هستن بایستی صلاحیتشون به تایید قوه قضاییه به تایید دادگاه انتظامی قضات برسه. دادگاه انتظامی قضات هم طبیعی است که همه اینها رو از وزارت اطلاعات سوال میکنیم. در نتیجه وکلایی مانند من، عبدالفتاح سلطانی، خانم فریده غیرت، آقای سیف‌زاده و خیلی خانم نسرین ستوده همیشه رد صدریت و وکلایی که به عنوان هیئت مدیره انتخاب میشدن در حقیقت منتخب واقعی وکلا نبودن، بلکه از لیستی که داده بودن بالاخره تعدادی انتخاب میشد. این یک صدمه. صدمه دیگر مجددن زدن و گفتن که علاوه بر کار قوه قضایی هم میتواند خودش وکیل انتخاب بکنه و یه عده وکیل چند هر سال چند برابر تعداد وکلایی که کانون انتخاب میکرد قوه قضایی انتخاب کرد. خب الان وکلا در حقیقت دو دسته هستن. یه عده وکلایی که از طریق کانون وکلا پروانه گرفتن، یه ده از طریق وکلایی که از طرف قوه قضاییه وکیل گرفتن. وضعیت کانون وکلا هم به صورت فجیعی در آمد. به گفته دوستانی که رفت آمد دارن به کانون به مناسبت مسائلی که دارن میگن یک اتاق در ساختمان کانون وکلا مخصوص قوه مخصوص وزارت اطلاعات اختصاص دادن. اونجا مأمور اطلاعات همیشه میشینه و زیر و نظارت میکنه بر متاسفانه همه کارا. من فقط یک نمونه به شما بگم. دختر من نرگس که فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی و دوره کارآموزی وکالت رو تموم کرد، برای ثبت نام در دوره دکترا به دانشگاه سوئیس آمده بود که سال 88 شد و این جنجالا شروع شده بود. نامه ای نوشته بود که من آماده وکالت امتحان هستم اما چون الان مشغول تحصیل در دوره پی‌اچ‌دی هستم به من مرخصی بدهید طبق قانون که من برگشتم بیام فقط امتحان بدم. این نامه رو یکی از دوستانش برده بود به هیئت مدیره داد بود. اون نوشت گفتن که چون دختر شیرین عبادیه نامه رو حتی ثبت نکردن. ما با یک چنین کانون وکلایی مواجه بودیم که حتی جرأت ثبت نامه دختر من رو نداشتم. خب بنابراین این کانون ها اون مال سال 1357 نمیشد. در سال 1357 کانون وکلا محل تحصن خانواده زندانیان سیاسی بود. زندانیان سیاسی نه در خیابان نه در جای دیگری می آمدن در کانون وکلا متحصن می شدن. یعنی اینقدر اعتبار داشت. اما دیدیم که اون هیئت مدیره رو همه رو از دم دستگیر کردن،
زندان کردن و بالاخره کار به اینجا کشید که حتی شهامت ندارن بدون اجازه وزارت اطلاعات نامه دختر من رو ثبت کنن. و فقط دختر من نیست، خیلی دیگه به همین سنوش. خانم دکتر عبادی، من یک داستان کوچیک فقط براتون میگم، دارم شخص خودم. اینا یه قانونی دارن یا تفسیر قانونی که از ارث، یعنی چیزی که ارثی است مصادره نمیشه، غیر قابل مصادره است، ارثیه. خونه من که مصادره شد هیچی، پدرم 2 سال قبل از انقلاب فوت کرده، یه سهمی داشته که تقسیم شده بین ورثه‌اش، یه سهم کوچکی به من رسید. 3 سال پیشم مادرم فوت کرد، یه سهمم از اون رسید. حالا اومدم بخشی از خانه مادری منو توقیف کردن، برای خودشون سند زدن به اسم من. وکیلی مراجعه کرده گفته ارث که نمیشه مصادره کرد، خودتون این قانونتون. گفتن مال آقای نوریزاده رو میشه، چون قلب رهبر رو جریحه دار کرده. گفتم خدا رو شکر، اگر با یه مت زمین کوچک قلب رهبر اینجور جریحه دار میشه، پس خدا رو شکر میکنم. خونم هم دادم، همه چی، ولی قلب رهبر. حالا شما قلب رهبر رو جریحه دار کردی و قلب همه شونو میخوای نامه دخترتو بگیرن، مش محال. در این حال بهتون اضافه کنم که بعد از سال 88 تمامی اموال من رو مصادره کرد. جز اموال من ارثیه پدری من هم بود. یک سهم کوچکی، 2 آپارتمانی که از پدر به ارث مانده بود. من با خواهرها و برادرم شریک بودم، سهم من رو مصادره کردن و اونها هم به پای سهم من سوختن و هنوز بلا تکلیفم، برای اینکه نمیدونن حالا چیکارش بکنن. به هر حال از این گونه امور بی عدالتی خیلی زیاده. البته جناب نوریزاده بگم، اینها به نظر من خیلی مهم نیست در مقابل جانهای عزیزی. ابدا ابدا. ولی خانم دکتر اینو میخوام بگم، حتی این رژیم آدمکش سوریه، حتی این رژیم سوریه، دوست من که سردبیرم بود، دشمن رژیم، مادرش که فوت کرد پاشد رفت سوریه، شرکت کرد و سهمش هم گرفت و اومد بیرون. یعنی میخوام بگم حتی رژیم سوریه با این رژیم خبیث‌ترین رژیمی است که تاریخ دیده. من حتی فکر میکنم مغولا مثل اینا بودن. و آیا خانم عبادی این اراده رو شما امروز میبینید برای برکندن این رژیم در داخل و خارج ایران؟ والا صحبت خارج که میکنید، اجازه بدید که بگم حتما منظورتون ایرانیان خارج. بله از بله، ایرانیان منظورم، ایرانیان. ایرانیانی که خارج، مجبور به سکونت در خارج از ایران شدن، این تظاهرات بهمندی که همیشه میکنن، میبینید که همچنین در داخل ایران این اراده واقعا وجود داره، واقعا وجود داره. من بسیار خوشبین هستم که این اعتراضات به نتیجه‌ای که مردم میخواهند برسه، یعنی سقوط رژیم. اما فرض، تکرار میکنم، بر فرض که حکومت بتواند سرکوب بکنه، باز هم دلیل تثبیت رژیم نیست. 6 ماه بعد از یه جای دیگه سر میزنه. در حقیقت ایران آتش زیر خاکستره. این شعله روزی سر میکشه، روزی فروزان میشه. حالا امروز هم اگر بتوانند خاموشش کنن، 6 ماه دیگه یه جای دیگه آتش میگیره. بنابراین این رژیم ماندنی نیست، چه این دوره چه 6 ماه بعد، مسلم بدانید. از من میکنه این آدمایی که امروز مزورانه یا مزدورانه از رژیم حمایت میکنه، نایاک تو امریکا، در اینجا آقای مهاجرانی و امثال هم، قانونن با اینا چه برخوردی میشه کرد؟ والا من به شما بگم که هر کس حق داره عقیده‌شو بگه.
بله. من بنا به دلایلی که دارم از رژیم خوشم نمیاد. آقای مهاجرانی حتما دلایلی دارد که از قابلی خوشش میاد و این چیز میکنه. نه یکم حتما دلایل مالی خودشو داره. علاوه بر اینایی که نام بودیم خیلی هستن. اما خب بله. اینا عقیده شون اینه. تا زمانی که عقیده شون رو بیان میکنن خب بیان عقاید باید آزاد باشه. دیونم خیلی خوب باشه بگیم. اما اگر قرار بشود که این تبدیل به جاسوسی باشه، مخالفین رو گزارش بکنن عمل کردش بکنن، یه داستانهای دیگری هست. ولی اینی که چرا کسی مثل من از این رژیم بعدش میاد، خب من فکر میکنم حق داره این عقیده، عقیدهش رو حالا من نمیپسندم اون عقیده رو، ولی هم بالاخره آزادی عقیده است دیگه، مخصوصا در اروپا میدونید که اینجور چیزا خیلی رعایت. درسته درسته خانم دکتر. ولی در برابر مثلا مرکز اسلامی خامنه ای تو لندن، همه میدونن این جاسوس خانه است، یعنی جاسوس خانه واقعیه. وقت روز عاشورا خانوما آقایونی که از کازینو اومدن سر را کاسه به دست اومدن قیمه نظری بگیرن و آقای خامنه ای هم اونجا باور کنید میاد قیمه نظری میگیره که شماره 17 تو کازینو بیاد. باور کنید و من اینو بی خودی بهتون نمیگم که حتما شماره 17 بیاد، میگه حالا یه قاشقم قیمه میخورم. با این مراکز باید چه جور مبارزه کرد، چی کار کرد که این لانه جاسوسی ها تعطیل بشه؟ خب ببینید، آزادی عقیده و مذهب بالاخره یه اصلی است که به اروپا خیلی رعایت. تا زمانی که اینها نفرت پراکنی نمی کنن، یعنی فقط و فقط کار خودشون رو که مثلا تدریس مذهب باشه انجام میدن، دولت با اینا کاری نداره. ولی هم وقتی که نفرت پراکنی میکنن، مثلا تربیت میکنند افرادی رو که کارهای انتحاری میکنن یا ایجاد کینه میکنن بین مسلمان ها و سایر مذاهب، طبیعتا اون شامل نفرت پراکنی است که در این صورت موجب تعطیل میشه. دکتر شیرین عبادی، مردم ایران روبروی شما، فکر کنید الان ازتون خواستن جلوی مردم صحبت کنید، میلیون ها نفر شما رو میبینن، الان چی میخواید به مردم بگید؟ درود بر شما مردم ایران، بر شما مردم شجاع و صادق ایران، عزمتان پایدار و پیروانتان بیش از بیش با. و البته پیروزی هم از آن شماست حتما. مسلما پیروزی از آن مردم است، چه الان چه چند ماه بعد. امیدواریم همین الان باشه. خانم دکتر عبادی گفت دیگه دلامون به درد اومده، یعنی پر میزنه برای رویت وطن آزاد، وطنی که دختران و پسرانش آزاد باشه. اجازه دارم یک جمله فقط اضافه کنم. ببینید، عده‌ای که نفع خودشون رو در بقای رژیم میبینن دامن هشدار میدهند که ایران داره سوریه میشه. نمیشه این اتفاق نمیشه. اما اگر هم بشه حکومت داره میکنه. من بیشاره که کاری نمی کنن، آمدن تو خیابون شعار دادن، حتی فوقش گفتن که مرگ بر خامنه ای. این که طبق قانون اساسی هم تجمعات آزاده هم ابراز عقیده در همون قانون اسلامی. چرا زدی مردم کشتی؟ شما اگرم خدای نکرد سوریه ای بشود، شما بودی که کردید. اون وقت ضمناً در نظر بگیریم یک روز بیشتر بقای رژیم خودش ضرر داره. ای کاش این رژیم
در دهه 60 بود تبدیل. این همه دم و زندگی شد. ای کاش در جنبش سبز سقوط کرده بود. اقلا آبان و داستان هواپیمای اوکراین پیش نمی آمد. ای کاش در آبان سقوط کرده بود. آبان 98 سقوط کرده بود. حداقل داستان زاهدان و کردستانی که این دوره پیش آمد پیش نمی آمد. یک روز بقای این رژیم یعنی کشتن بیشتر مردم. یعنی فقیرتر شدن مردم. این رژیم هر چه زودتر برود به نفع ملت ایران. با درود به شما خانم دکتر بادی، امیدوارم اون گلها رو در دفترتون در تهران ببینم و روز آزادی. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. به اتفاق سرکار خانم دکتر شیرین عبادی، حقوقدان و وکیل برجسته و برنده جایزه صلح نوبل، تا دیدار بعدی در پناه پروردگار عاشق.